مایکروسافت ادعا میکنه که ویندوز 10 از نسخه های قبلی امن تره. از طرفی از این ور اون ور شنیده میشه که نقطه ضعف هایی در ویندوز 10 وجود داره که ممکنه حریم خصوصی شما رو به خطر بندازه. حق با کیه؟ ویندوز 10 چه ویژگی های جدید امنیتی داره؟ تنظیمات ویندوز 10 رو چطور باید اعمال کرد که حریم خصوصی شما به خطر نیفته؟ با ما باشید. سلام. ببینید، به نظر میاد که ویندوز 10 یا ویندوز 10 ویندوز خوبی باشه. اکثر ارزیابی‌هایی هم که من تا به حال خوندم جای مختلف نوشته شده، نسبتاً ارزیابی‌های مثبتی هست. چیزهای جدیدی که به این ویندوز اضافه شده، خصوصاً راجع به اج، جایگزین اینترنت اکسپلورر، خیلی خوب نوشتن. و اینکه استارت منیو دوباره بهش اضافه شده برخلاف ویندوز 8 و اکشن سنتر و حالا چیزهای دیگه ای که در خلال برنامه راجع بهش صحبت میکنیم. ویندوز 10 از ویندوز 7 و 8 امن‌تره. ویژگی دیوایس گارد تو ویندوز 7 و 8 وجود نداشت. بذارید ببینیم ویژگی های ویندوز هلو و دیوایس گارد چی هست. بله، ویندوز هلو امکانی است که قبلا بسیاری از سازندگان کامپیوترهای شخصی و کامپیوترهای تحت ویندوز در قالب یک سری برنامه‌های سال‌هاست که این رو تلاش داشتن اضافه کنن برای امنیت بیشتر. اینکه مثلا تایید هویت شما رو کامپیوتر بتونه انجام بده با اثر انگشتتون، یا اینکه مردمک چشم یا تشخیص صورت کاربران، و بعد از اونه که اجازه بده به شما که وارد بشید. منتها نکته‌ای که اینجا وجود داره این است که مایکروسافت در ویندوز 10 چهره شما رو به صورت کامل ذخیره نمی‌کنه، یعنی هیچ تصویری از شما جایی روی ویندوز یا کلاود ذخیره نمیشه. اون چیزی که ذخیره میکنه و بعداً این رو کنترل میکنه زمانی که شما میخواین وارد کامپیوتر بشید، یک فرمول ریاضی و یک گراف که بر اساس داده های ریاضی این تهیه میشه هستش، و بر اساس اون داده های ریاضی است که میاد و تطبیق میده و واقعاً از طریق اون داده های بیولوژیک و ریاضی تلاش میکنه که بفهمه فردی که میخواد وارد کامپیوتر بشه صاحب کامپیوتر هست یا نه. روش مقابله با بدافزارها تا الان اینطوری بود که ابتکار عمل با هکرها بود. اول بدافزارها روی سیستم عاملها انجام میشدن، اجرا میشدن و خرابکاری میکردن، و بعد آنتی ویروس ها این بدافزارها رو تشخیص میدادن و توی بلک لیست قرار میدادن و بعد دیگه اجازه نمیدادن که اجرا بشه. اما الان با دیوایس گارد این جریان برعکس شده. الان اول سیستم عامله که تشخیص میده آیا این نرم افزار و اپلیکیشن توسط کارشناسای امنیتی ویندوز استور و مایکروسافت تایید شدن یا نه. اگه تایید نشده باشن، قابلیت اجرا شدن روی سیستم عامل رو ندارن و کار برای هکرها سخت‌تر میشه. البته الان این ویژگی دیوایس گارد فقط روی نسخه انترپرایز ویندوز وجود داره و امیدواریم که به نسخه های هوم و پرو هم گسترش پیدا بکنه. فقط همین ها نیست، مایکروسافت دیگه نقاط ضعفی که کشف میشن رو مثل قبل برطرف نمیکنه. تا ویندوز 10 اگه نقطه ضعفی توی سیستم عامل ویندوز کشف میشد، باید صبر میکردیم تا نسخه آپدیت بعدی، و ممکن بود این خیلی طول بکشه. اینجوری باعث میشد که آپدیت ها دیر به دیر انجام بشه و سوء استفاده ها افزایش پیدا کنه. درسته. یکی از کارهای دیگه‌ای که مایکروسافت انجام داد روی ویندوز، و من به شخصه فکر می‌کنم کار بسیار مثبتی، اینه که دیگه از کاربران اجازه نمیگیره برای اینکه آپدیت ها، خصوصا آپدیت های امنیتی رو اعمال کنه. ببینید، اگر خیلی فنی‌تر بخوام به موضوع نگاه کنیم، ویندوز 10 رو مایکروسافت داره به عنوان یک سرویس به شما میده، نه یک نرم افزار یا یک سیستم عامل. و بنابراین شما زمانی که این سیستم رو، سرویس رو دریافت میکنید که در شکل فعلی هم برای مشتری های سابق ویندوز یک سال، اگر لینکش رو براتون فرستاده مجانی هست، میتونید برید آپگرید کنید. اونجا دیگه از کاربران اجازه، کاربران هوم خصوصا اجازه نمیگیره برای اینکه آپدیت کنه. آپدیت ها انجام میشن. این به باور من نکته مثبتی، یک بخش بزرگی از مشکلاتی که کاربران، خصوصا کاربران ایرانی داشتن که از نسخه های غیر اوریجینال استفاده میکنن، این بود که یا خودشون ویندوز رو آپدیت نمیکردن و بنابراین دستگاه و کامپیوترشون بسیار آسیب پذیر بود در برابر خطراتی که مایکروسافت مدت ها بود آپدیت امنیتیش رو منتشر کرده بود، و شما اگر اون رو نصب کرده بودید دستگاه امن میموند.
ولی اینجا دیگه از شما اجازه نمیگیره و این رو به صورت خودکار نصب میکنه که با من فایده ای هم یعنی نکته منفی در این نمیشه دید. در همین چند هفته و چند روزی که از انتشار ویندوز میگذره حدود 3 تا آپدیت منتشر کرده و دستگاه خود به خود آپدیت شدن. توی یکی از این آپدیت ها اشکالاتی وجود داشته که بعدا اونا هم رفع کرده، ولی به هر حال این که ویندوز خود ترمیمه و خودش رو به روز رسانی میکنه من نکته مثبتی میبینم. آیا ویندوز 10 حریم خصوصی رو جدی نگرفته؟ آیا ویندوز 10 از کاربرا جاسوسی میکنه؟ ببینید، در مورد حریم خصوصی بعد از انتشار این نسخه از ویندوز کلی هیاهو شد که این ویندوز کیلاگر داره، یعنی این ویندوز اطلاعات خصوصی شما رو میفرسته برای مایکروسافت. اولا که تقریبا تمام عرضه کنندگان، یعنی دو تا رقیب اصلی مایکروسافت، اونا هم این کارو میکنن. رقیب اصلی مایکروسافت حتی داخل ایمیل کاربران رو دنبال کلماتی میگرده که بعداً بتونه برای ارسال آگهی از اون کلمات استفاده کنه. شمایی که جیمیل استفاده میکنید بکنم تا حالا متوجه این شدید. اپل هم تقریبا یک همچین رویوی داره. به هر حال عرضه کنندگان سخت افزار، عرضه کنندگان نرم افزار اطلاعاتی رو راجع به کاربران این سیستم ها جمع آوری میکنن، از این اطلاعات استفاده های مختلفی میکنن، از جمله اون استفاده برای آگهی است. ولی باز دوباره نکته‌ای که در این نسخه از ویندوز وجود داره اینه که خیلی راحت شما این رو همینطوری که حالا در این ویدیو خواهید دید، شما این قسمت رو راحت میتونید برید و این جمع کردن اطلاعات رو کاملا متوقف کنید. جاسوسی که اختیار جاسوسیش رو دست شما داده جاسوسه. خیلی از مواردی که شما رو در زمینه حریم خصوصی نگران میکنه اختیار اینکه فعال باشن یا نه دست خودتون. ضمناً فراموش نکنین که ویندوز 10 ترکیبی از کامپیوتر و ابر مجازیه. اگه دوست ندارین این ویژگی رو میتونین ویندوز 10 رو مثل قبل بیشتر کامپیوتر بیس کنین. فراموش هم نکنین که مایکروسافت توی این قضیه تنها نیست. گوگل داکس، اپل سیری، آفیس 365 و بقیه هم همین کارو میکنن. خب یعنی تو هیچ موردی به ویندوز 10 نسبت به ویندوز 7 و 8 انتقاد وارد نیست؟ نمیدونم بهش میشه انتقاد گفت یا نه. مایکروسافت از این به بعد تصمیم گرفته که آپدیت های ویندوز رو به صورت پیر تو پیر توزیع کنه. یعنی اگر یک نفر توی یک شبکه ای از کامپیوترها آپدیت ویندوز رو دریافت کنه، میتونه اون رو با بقیه شیر کنه و بقیه به جای اینکه مستقیما از سرورهای مایکروسافت آپدیت رو دانلود کنن، از کامپیوتری که آپدیت رو گرفته دریافت میکنن. علارغم ویژگی های خوبی که داره میتونه ترافیک مصرف شما رو بالا ببره و شاید دوست نداشته باشید. اگه دوستش ندارین توی سیتینگز به بخش Update and Security برین، روی Advanced Options بزنین و Choose How Updates Are Delivered رو انتخاب کنین و این ویژگی رو آف کنین. شاید شنیده باشین که ویندوز 10 پسورد وای فای شما رو لو میده و به شما خیانت میکنه. داستان واقعا چیه؟ در مورد اشتراک وای فای، ببینید ایده‌ای که پشت این قابلیت که از ویندوز 8 هم شروع شد بوده این است که فرض کنید شما با دوستانتون مثلا رفتید در یک رستوران و 10 نفر تلفن همراه ویندوز موبایل دارن و یا اینکه تبلت دارن یا اینکه کامپیوتر شخصیشون همراهشونه. خب به جای اینکه همه این 10 نفر بیان و به این وای فای وصل بشن و پسورد وارد کنن، کافیه اگر اون افراد در یک شبکه‌ای که شبکه اجتماعی محسوب میشه مثل اسکایپ، مثل اون لیست کانتاکت های شما در روی مایکروسافت یا اینکه اپلیکیشنش در روی فیسبوک جزو دوستان شما باشن، خب کافیه یکی از این افراد به اون شبکه وصل بشه و بنابراین از داده‌هایی که او لازم داره برای اتصال به اون شبکه از طریق خود سیستم ویندوز با شما شیر میشه و بنابراین شما هم اتوماتیک به اون شبکه وصل میشه. خب بسیاری معتقدن که این مشکل امنیتی درست میکنه و حقیقتش هم این هست که قدر مشکل امنیتی ممکنه درست کنه، خصوصا در شبکه هایی که نشناسید یا کانتاکت هایی که اونجا داشته باشید و تصادفی وارد لیست کانتاکتاتون شده باشه. ولی خاموش کردن این قابلیت خیلی کار راحتیه و من تقریبا بیشتر ارزیابی هایی که از اون زمانی که ویندوز اومد خوندم این بود که افراد میگفتن که کارشناسان میگفتن که خب خیلی راحت برید سراغ این
قابلیت، و این یکی از اولین قابلیت‌هایی بود که گفتن که اگر واقعا لازمش ندارید و کارتون نمیاد، امن‌تر هست که این رو خاموش کنید. خیلی هم در چند ثانیه میشه خاموشش کرد. بعضی ها معتقدن که ویندوز 10 کیلاگر داره. کیلاگر چیه؟ مایکروسافت با اطلاعات ما چه کار میکنه؟ کیلاگر یک نوع بدافزاره که هر حرفی رو شما روی کیبورد تایپ میکنین ثبت میکنه و برای هکر میفرسته. اینکه ویندوز 10 کیلاگر داره یک کنایه است به مایکروسافت، چون اطلاعات کاربرا رو جمع‌آوری میکنه. البته اینطور نیست. توی تکنیکال پریویو ویندوز 10 وقتی مایکروسافت تلاش میکرد که این سیستم عامل رو تست کنه و اطلاعات کاربرا رو با رضایت خودشون جمع‌آوری میکرد، این اتفاق میافتاد. اما الان تمام تنظیماتی که اطلاعات کاربرا رو جمع‌آوری میکنن دلبخواهی شده و شما میتونید اونها رو تغییر بدید. بیایید با هم به بخش ستینگز ویندوز 10 بریم و روی پرایوسی کلیک کنیم. توی بخش جنرال به چه چیزهایی باید دقت کنیم؟ در مورد سمارت سکرین، بذارید من یک نکته خیلی کلی رو بگم راجع به ویندوز 10 یا ویندوز 10. اولا این ویندوز داره یک قدم جلوتر میره از ویندوز 8 و طراحی شده برای اینکه مولتی پلتفرم و کراس پلتفرم باشه. یعنی چی؟ یعنی رو دستگاه‌های مختلفی که از ویندوز استفاده میکنن این ویندوز رو بشه ران کرد و این دستگاه‌ها رو با هم مرتبط کرد. کما اینکه خب تصور کنید، مثالش برای اندروید هم هست دیگه، شما از یک کامپیوتر اندروید استفاده میکنید، گوشی موبایلتون اندرویده یا از دستگاه دیگه اندروید استفاده میکنید. کاری که سمارت سکرین میکنه این است که اپلیکیشن هایی رو که شما میخواد نصب کنید و البته صفحات وبی رو که میخواد برید، اینها رو به شکل هوشمند میاد کنترل میکنه، میبینه خطرهای امنیتی از قبیل فیشینگ یا انواع و اقسام کدهای آلوده در اینها نباشه و نسبتاً شیوه پیچیده و هوشمندی داره برای رصد کردن و مانیتور کردن و تریس کردن این مالورهایی که خیلی در مقیاس زیاد، بدافزارهایی که در مقیاس زیاد پخش میشن بین کاربرا. بنابراین امکان بسیار خوبی هست و من خواهشم از شما اینه که این رو حتما بذارید فعال بمونه. درباره ادورتیزمنت آی دی این کاملا فرق می‌کنه. ادورتیزمنت آی دی همونطور که قبلا گفتیم یک سری اطلاعات راجع به ممکن سن شما، اطلاعات مختلف راجع به دارنده اون دستگاه میاد در اختیار اپلیکیشن هایی که خودتون اصرار دارید نصب کنید میذاره که بعداً بتونن ازش استفاده آگاهی کنن. خاموش کردن این هم بسیار راحته. اگه نگرانید، شاید بعضیا نگران باشن که مایکروسافت اطلاعات شما رو راجع به نوشتن و نحوه تایپ کردن جمع‌آوری کنه، گزینه سوم رو غیر فعال کنه. برای بعضی هم هیچ اهمیتی نداره که مایکروسافت این اطلاعات رو داشته باشه. در مورد آدر دیوایسز همونطور که گفتم، این ویندوز برای استفاده برای فردی طراحی شده که داره مثلا از دستگاه‌های مختلف مایکروسافت توی خونه‌اش یا دفترش استفاده می‌کنه. ایکس باکس داره، تلفنش مایکروسافت هست، کامپیوتر شخصیش مایکروسافت هست، وسایل مختلف مایکروسافت داره. این ویندوز قادره که اینها رو به راحتی با هم دیگه متصل کنه، اطلاعات اینها سینک بشن با هم دیگه. با بخش لوکیشن چه کار کنیم؟ آیا فعال بودن ویژگی لوکیشن خطرناکه؟ دوربین و میکروفون چی؟ آیا اجازه بدیم نرم افزارا از دوربین و میکروفون استفاده کنن؟ اگه به طور کلی نگرانید که نرم افزارها و اپلیکیشن ها به لوکیشن شما دسترسی داشته باشن، بهتر این ویژگی رو توی لوکیشن خاموش کنید. فراموش نکنید که خاموش کردن این ویژگی روی عملکرد کورتانا دستیار صوتی ویندوز 10 تاثیر میذاره و ممکنه نتونه خوب سرویس دهی کنه. اگه این ویژگی روشن باشه، هر کی با حساب خودش وارد ویندوز 10 بشه میتونه تصمیم بگیره که از این ویژگی استفاده بکنه یا نه. حتی میتونین تصمیم بگیرین برای هر نرم افزار به طور جداگانه ویژگی لوکیشن روشن باشه یا خاموش. توی تنظیمات بخش پرایوسی میرسیم به اسپیچ، اینکینگ اند تایپینگ. با این بخش چه کار کنیم؟ این قسمت یکی از چالشی ترین قسمت هاست که بعضیا با کنایه کیلاگر همونطور که گفتیم ازش اسم میبرن. مایکروسافت میخواد با جمع‌آوری کردن اطلاعات استایل تایپ شما، نوشتن شما و صحبت کردن شما با کورتانا کاری کنه که کورتانا هر چه بیشتر و بهتر شما رو بشناسه تا بهتر بتونه سرویس دهی کنه و البته ممکنه که این اطلاعات رو با شرکای خودش هم شیر کنه. اگه کورتانا براتون مهم نیست که به راحتی میتونید این بخش رو با زدن روی Stop Getting to Know Me غیر فعال کنید. توی بخش بعدی Account Info هم میتونید ویژگی دسترسی نرم افزارا رو به اطلاعات شما مثل اسم، عکس و بقیه اطلاعات غیر فعال کنید.
اگه دوست ندارین به مایکروسافت فیدبک بدین یا نگرانین که مایکروسافت اطلاعات شما رو تحت عنوان تست و فیدبک جمع‌آوری کنه، جای نگرانی نیست. تو قسمت فیدبک اند دیاگنوستیکس گزینه فیدبک فرکانسی رو روی نور و دیاگنوستیک اند یوزج دیتا رو روی بیسیک بذارید. هیچ وقت کودکان و نوجوانان رو در استفاده از تکنولوژی تنها نگذارید. کودکان همونقدر نیاز به پشتیبانی و مراقبت در دنیای تکنولوژی آنلاین دارن که در دنیای فیزیکی. اگر بچه‌ها رو تنها بگذارین، هم به خودتون ضربه زدید هم به اونها، چرا که امنیت اونها عمیقاً با امنیت شما گره خورده. ویندوز 10 این کار رو برای شما راحت کرده. اگه فکر می‌کنین تکنولوژی شما رو به درد سر انداخته، راه فرارش استفاده دوباره از تکنولوژی. من به این پدیده میگم فرار از تکنولوژی به تکنولوژی. تو تنظیمات ویندوز 10 به بخش اکانتس برید و روی فامیلی اند آدر یوزرز بزنید. با کلیک روی Add Family Member یه گزینه داریم به اسم Add Child. خیلی متشکر از حضور همه دوستانی که امروز اینجا بودن و در خدمتشون بودیم و البته حوصله شما که مطلب رو تا حالا پیگیری کردید. ممنون. تواناتک فقط به فکر امنیت و حریم خصوصی شما نیست. هر سوال و ابهامی رو میتونیم با کارشناسای تواناتک در میون بذاریم تا پاسختون رو خیلی سریع دریافت کنیم.